ارتش شیبا 405 میلیون شیبانو را در 24 ساعت گذشته از بین برد. خرید بیشتر از 1 میلیون کوین توسط یک سرمایه گذار بزرگ شیبا. روند صعودی شیبا آیا آغاز می شود یا همچنان شیبا دوباره به روندهای نزولی ادامه می دهد؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا هیچ یک از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. ارتش شیبا 405 میلیون شیبا اینو رو در 24 ساعت گذشته از بین برد. جامعه شیبا از صبح گذشته مقدار انبوه دیگری از شیبا اینو رو نابود کرده است و نزدیک به 500 میلیارد توکن میم را به آدرس‌های غیر قابل استفاده در اکوسیستم ارسال کرده است. 405 میلیون توکن شیبا نابود شد. سرویس ردیابی رمزارز شیبا که داده‌ها را از ترسکن دریافت می‌کند گزارش داده است که در 24 ساعت گذشته چندین شرکت و فرد که در سوزاندن توکن‌ها نقش داشتند در مجموع 405 میلیون شیبا اینو را از عرضه در گردش این توکن میم را به چند کیف پول مرده ارسال کردند. این کار با این هدف انجام شد که شیبا اینو کمی کمیاب‌تر با احتمال افزایش قیمت در دراز مدت باشد. در روز جمعه توده گزارش داد که پورتال به تازگی تأسیس شده. سوزاندن شیبا تنها در عرض 2 هفته از زمان راه اندازی 25 میلیارد شیبا را از بین برده است. خرید بیشتر از 1 میلیون کوین توسط یک سرمایه گذار بزرگ شیبا اینو. پلتفرم ویل گزارش کرده است که یک نهنگ اتریومی با رتبه 25 در این وبسایت تحلیلی بیش از 1 میلیون کوین که پرمعامله ترین توکن در بین بزرگترین سرمایه گذاران اتریوم است را خریداری کرده است. در این میان نهنگ‌های دیگر همچنان به خرید میلیاردها شیبا اینو ادامه می‌دهند. سرمایه گذار نهنگ شیبا، یک نهنگ اتریوم در حین خرید مقدار زیادی کوین دیده شده است که بیشتر از 14 میلیون دلار از این کوین را خریداری کرده است. این میم کوین ها 17% از ثروت نهنگ را تشکیل میدهند که در این کیف پول نگهداری می شود، در حالی که ماتیک به عنوان بزرگترین رمزارز از نظر ارزش دلاری در بین نهنگ ها تسلط دارد و 26% از سبد ارزهای دیجیتال بسیار متنوع آنها را به خود اختصاص می دهد. شیبا بعد از ماتیک در جایگاه دوم قرار دارد. در حال حاضر کوین پرمعامله ترین توکن در زنجیره اتریوم در میان 100 کیف پول بزرگ است. نهنگ ها 128 میلیارد از رمزارز شیبا را خریداری می کنند. ویل همچنین دو نهنگ بزرگ اتریوم را مشاهده کرده که بیشتر از 1.5 میلیون دلار شیبا اینو را خریداری کردند. این مبلغ در مجموع برابر با 128 میلیارد شیبا است. هر دو نهنگ تعداد زیادی شیبا را خریداری کردند. قیمت شیبا در این هفته به شدت کاهش یافته و در 7 روز گذشته تقریبا 11% افت داشته است. اما اوایل امروز این رمزارز نزدیک به 2% افزایش قیمت داشته است. پیش بینی کیوساکی از اوضاع بازار. کیوساکی نویسنده بسیار موفق مجموعه کتاب‌های مالی پدر پولدار و پدر بی پول میگوید که ایالات متحده ممکن است به سمت یک رکود اقتصادی دیگر پیش برود. پدر پولدار پدر بی پول که یکی از 10 کتاب برتر مالی تاریخ جهان است، از اهمیت کسب سواد مالی، استقلال مالی و ایجاد ثروت از طریق سرمایه گذاری بر روی دارایی پربازده مانند املاک سخن میگوید. کیوساکی در زمانهای مختلف در طول همهگیری کرونا از واکنش فدرال به پیامدهای اقتصادی ناشی از آن انتقاد کرده و قویا از دنبال کنندگان خود در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی خواسته است تا از خود در برابر آنچه که او تورم بالا و اجتناب ناپذیر ناامید است محافظت کنند. این کار میتواند با استفاده از دارایی‌هایی برای خرید نقره طلا و بیت کوین صورت گیرد. وی در 25 آوریل با انتشار توییتی هشدار داد که بازارها به طور بالقوه به سمت بزرگترین رکود اقتصادی در تاریخ پیش می‌روند. کیوساکی مدعی شد که نگران وضعیت بازارهاست و به این موضوع اشاره کرد که تمام بازارهای مالی عمده گرفتار شدند. او گفت که شرایط میتواند به سرعت وخیم‌تر شده و جرقه شروع رکود اقتصادی عظیم زده شود. شیبا اینو در حال حاضر با ارزش بازار حدود 10 میلیارد دلار در رتبه 15 بازار قرار داشته و سهم 62% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.4019 دلار با حساب نرخ تدی 29000 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود. حجم مبادلات روزانه آن 544 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر 4% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 مدل 0.408 دلار بودی که امنیک 78% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 16% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند. فقط تغییرات 6 ماهه و 1 ساله روند صعودی داشتند که مطمئناً تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه که روند نزولی داشتند در آینده به روند صعودی تبدیل خواهند شد. دادگاه شکایت ترامپ از توییتر برای لغو مسدودسازی دائمی حسابش را رد کرد.
شکایت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه توییتر روز جمعه توسط یک قاضی فدرال رد شد. ترامپ با این شکایت قصد داشت تعلیق دائمی حساب خود در این شبکه را لغو کند. طبق توضیحات قاضی، این پرونده استدلال ترامپ مبنی بر اینکه در این اتفاق حق آزادی بیان اول قانون اساسی آمریکا نقض شده است، قانع کننده نیست، زیرا توییتر یک شرکت خصوصی و درباره شرکت‌های خصوصی صدق نمی‌کند. کلاهبرداری 62 میلیون دلاری یک شرکت استخراج ارزهای دیجیتال در آمریکا. وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی مبنی بر کلاهبرداری علیه مدیر عامل یک شرکت استخراج ارزهای دیجیتال اعلام کرد. طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت یعنی لوئیس به سرمایه‌گذاران در مورد توانایی استخراج ارزهای دیجیتال این شرکت و عملکرد توکن اختصاصی آن دروغ گفته است. در این حال 62 میلیون دلار از وجود سرمایه‌گذاران را هم به سرقت برده و به کیف پول تحت کنترل خود منتقل کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده میگوید که لوئیس به جرائم متعددی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، توطئه برای ارتکاب پولشویی بین‌المللی و ارتکاب چند جرم دیگر متهم شده است. گفتن نیست که اگر لوئیس مجرم شناخته شود ممکن است تا 45 سال زندان در پیش داشته باشد. بهترین کاربرد دورکوین از زبان خالق آن. لی، هم بنیانگذار دورکوین، معتقد است که ساده‌ترین و بهترین کاربرد این ارز دیجیتال پاداش‌دهی است که می‌تواند گسترش شادی در اینترنت را به همراه داشته باشد. ماه گذشته بیلی پیشنهاد استفاده از دورکوین توسط کسب و کارها و همچنین استفاده از این رمزارز برای پاداش‌دهی را مطرح کرد. در آن زمان بیلی ادعا کرده بود که استفاده از این کوین می‌تواند شادی را به ارمغان بیاورد. سومین پیشنهادی که بیلی ارائه کرده بود ایجاد یک پل دورکوین و اتریوم بود که به گفته او می‌تواند امکان استفاده از این کوین در برنامه‌های وب3 را فراهم کند. پاسخ به این پیشنهادات ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت‌های تسلا و ایکس و یکی از حامیان معروف دورکوین خاطر نشان کرد که پذیرش دورکوین توسط کسب و کارها قطعاً ضروری است و استفاده از دورج برای پاداش‌دهی خوب است. با این حال او گفت که نیازی به ایجاد پل بین دورکوین و اتریوم نیست. ماسک در گذشته با توسعه‌دهندگان دورکوین برای بهبود این رمزارز همکاری داشته است. او همچنین اعلام کرده که شرکت ایکس قصد دارد به زودی پرداخت در قالب دورج را بپذیرد. دورکوین در حال حاضر توسط شرکت تسلا و همچنین شرکت مود پذیرفته می شود. بازار رمزارزها در سراشیبی سقوط. تقاضای ضعیف از سوی سرمایه گذاران خرد و نزولی بودن داده های بازار چشمانداز کوتاه مدت بدی را برای بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد. به گزارش سایت کوین تلگراف، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته در یک کانال نزولی قرار داشته و در تاریخ 6 می این شاخص حمایت نزدیک 1 تریلیون دلاری را دوباره مورد آزمایش قرار داد. کاش قابل توجه ارزش کل بازار کریپتو پس از آن صورت می‌گیرد که قیمت بیت کوین به 35 هزار دلار سقوط کرد که پایین‌ترین قیمت این ارز دیجیتال در 70 روز گذشته است. بر اساس داده‌های موجود ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال طی 7 روز گذشته 6% کاهش یافته است. این میان بسیاری از آلت کوین‌ها در وضعیتی به سر می‌برند که فقط می‌توان آن را امید کننده توصیف کرد. بیت کوین روی همه ارزهای دیجیتال تاثیر داره. روندهای سودی بیت کوین باعث روند سودی بقیه ارزهای دیجیتال هم میشه و روندهای نزولی بیت کوین هم باعث روند نزولی بقیه ارزهای دیجیتال میشه. اما این بار بیت کوین روند نزولی خیلی بدی رو شروع کرده و روی همه ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته که بیشتر میم کوین ها حالا دارن روندهای نزولی رو طی میکنن. باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی برای بازار ارزهای دیجیتال خواهد افتاد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانالش رو حتما فعال کنید تا هیچ چیزی از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.